سلام، من هومن رحمانی ام، فیزیولوژیست و ورزش. اینجا چنل یوتیوب فیت ماماست. امروز می‌خوایم حرکت پرس سینه هالتر و پرس سینه دمبل رو هم بررسی کنیم، ببینیم هر کدومشون روش صحیح زدنشون به چه شکله و هر کدوم چه مزایایی نسبت به دیگری دارن. زمانی که ما حرکات پرسی می‌خوایم اجرا کنیم، یه نکته خیلی مهم وجود داره. این حرکات چند مفصله هستن، یعنی که هم مفصل مچ، هم آرنج و هم مفصل شانه در این حرکات دخیلن. پس ما باید سعی کنیم حرکت هامون رو جوری اجرا کنیم که به این سه تا مفصل فشار وارد نشه. این اولین نکته شه. ولی خب توی این سه تا مفصل آسیب پذیرترینشون مفصل شانه است. دلیلش هم اینه که مفصل شانه گردش 360 درجه میتونه داشته باشه و از طرفی هم با عضلات بسیار کوچیک و ضعیفی ساپورت میشه و اگر ما اون عضلات رو تقویت نکنیم و یا اینکه حرکت رو به نحوی اجرا کنیم که اون عضلات برن توی خطر آسیب، واقعا امکان این که ما بتونیم تاندون پاره کنیم یا عضله پاره کنیم بالا میره. دلیلش هم اینه که عضلات پکتورالیس بزرگ عضلات بسیار قوی هستن و در اجرای این حرکت توانایی حمل وزنهای خیلی سنگین رو دارن. از طرفی ساپورترهای مفصل شانه عضلات بسیار ریزی هستن که شاید توانایی نداشته باشن. پس نکته بسیار مهم اینه که ما تو این حرکت وقتی که میخوایم حرکت رو اجرا کنیم، چه پرستینه چه بالاستینه، به این شکلی که من میگم الان باشه. در حالت اشتباهش ورزشکار بازوهاش رو نسبت به تنه خیلی فاصله میده. یه نمونه اشتباهش رو میبینیم. خب توی این حالت واقعا ضریب آسیب توی مفصل شانه بالا میره. اما در حالت درست ما یه گردش رو به داخل به استخوان بازو میدیم، یا این اینترنال روتیشن باعث میشه که مفصل شانه ما توی یک شرایط استیبل تر قرار بگیره و از طرفی حتی فشار رو میتونه به عضلات سینه خیلی بهتر و بیشتر کنه. نکته دوم برای اینکه ما بخوایم این حرکت رو بزنیم که پیشگیری از آسیب کنه، اینه که ورزشکارا خیلی معمولا هالتر رو میبرن پایین پایین. همونطور که الان میبینید بازوها از تنه خیلی رد شده. این کار دو تا مزیت منفی برام داره. اولیش اینه که فشار خیلی زیادی به عضلات دلتوید قدامی وارد میکنه که عضله هدف ما نیست توی این حرکت، و دومین نکتهش هم اینه که باز هم میتونه تاندون های شانه ما رو آسیب پذیر کنه. پس بهترین اجرای این حرکت اینه که ما سینه هامون رو تا جایی که میتونیم بالا نگه داریم، که هم باعث میشه که عضلات سینه توی یک پیشکشش بسیار عالی قرار بگیره و همین که تقریبا دو بند انگشت مونده به اینکه بخواد میله برسه به سینه هامون، استاپ کنیم که دستمون بیش از حد از تنه عبور نکنه. نکته ای هم که در رابطه با مفصل آرنج و مفصل مچ وجود داره اینه که نباید مچ دستمون رو بشکنیم، مخصوصا تو وزنهای سنگین فشار خیلی زیادی میتونه به این مفصل وارد کنه. مچ دست باید صاف باشه و همینطور مفصل آرنج هم نباید قفل بشه زمانی که حرکت رو توی بخش مثبتش اجرا میکنیم. این نکات پیشگیری از آسیب این حرکت بود. حالا با هم دیگه میخوایم بررسی کنیم ببینیم هالتر چه مزیتی داره نسبت به دمبل و چه پوینت منفی داره نسبت به دمبل. کار عضلات، یکی از اعمالی که عضلات سینه ای میتونه واسه ما انجام بده، عمل هوریزونتال اداکشن یا نزدیک شدن افقیه. پس ما زمانی که این حرکت رو میخوایم اجرا کنیم، دستمون باید نزدیک بشه به مرکز بدنه. وقتی که ما با هالتر این کار رو انجام میدیم، هالتر رو بردار، میریم پایین. همونطور که میبینید زمانی که میاد بالا هوریزونتال اداکشن نداریم، یعنی دستمون به سمت مرکز نمیتونه بیاد. یعنی این نکته منفیش نسبت به دمبله. اما نکته مثبتش اینه که چون ما توی محور جلو عقب دست ها تعادل داریم، یعنی یک میله رو، یک بار رو گریپ کردیم و گرفتیم، به واسطه همین اعمال نیروی بیشتری میتونیم بکنیم، قدرت بهتری میتونیم اعمال کنیم که موتورها و واحدهای حرکتی بیشتری رو ما فراخوان میکنه. پس این شد شرایط اجرای پرس سینه با هالتر. حالا ما میخوایم با هم دیگه حرکت رو با دمبل هم بررسی کنیم. یه نکته ای داره دمبل که همونطور که گفتم توی هالتر ما این محور رو دیگه نداریم، یعنی عدم تعادل رو توی اون محور نداریم، اما برای دمبل هست. به واسطه همین شاید یک مقدار نیروی کمتری رو بتونیم اعمال کنیم. همونطور که خیلیاتون تجربه دارید، معمولا با هالتر وزنهای سنگینتری رو میتونیم اجرا کنیم نسبت به دمبل. اما دمبل مزیتی که داره، اجرا کن مرزا جان،
زمانی که ما میایم بالا هوریزونتال ادکشن به نحو احسن انجام میشه، یعنی که حرکت تو موشن و اجرای حرکتی خیلی کامل تریه و انقباض خیلی بهتری هم میتونیم ما برای عضلات سینه ای داشته باشیم. و برای دمبل یه نکته بسیار مهمتر اتفاق میفته که خیلی از نظر من مهمه، ما میتونیم گردش رو به داخل استخوان بازو رو داشته باشیم، چون توی هالتر ما به این شکل فقط میتونیم اجرا کنیم که یک مقدار میتونه فشار به موچ ما وارد کنه، اما توی دمبل چرخش رو به داخل میتونیم داشته باشیم که خیلی خیلی میتونه ضریب آسیب رو در مفصل موچ دست ما کم کنه. امیدوارم که این ویدیو براتون کاربردی بوده باشه. اگه این ویدیو کاربردی بود برات، ممنون میشم که لایک کنی، چون لایکت باعث میشه ویدیوهای من جلوی چشم افراد بیشتری قرار بگیره. و همینطور ازتون میخوام که اگر کانال منو دوست داشتید و تا الان سابسکرایب نکردید، سابسکرایب کنید و ما هر روز ویدیوهای آموزشی بیشتری بتونیم برای شما بذاریم. باهوش ورزش کن تا با کمترین هزینه بتونی بیشترین نتیجه رو بگیری. خدا نگهدار.